اولین چیزی که به نظرم جالب و خاطر انگیز رسید دیدن این بالکونه بود. اینجا خونه یکی از دوستامون بود به اسم عبدی، بهش میگفتیم عبدی پله، فوتبالش خیلی عالی بود. دست جمعی میمدیم دنبالش میرفتیم فوتبال. اما چیزی که جالبه این که یه روز که اومده بودیم دنبالش، یه خواهر کوچیک بامزه داشت، خیلی بامزه و خوشگل بود، اومد تو بالکن و پسرا همه چششون اونو گرفته بود. یادمه که ازش پرسیدن که از کدوم یکی از ما خوشت میاد، اون یه فکری کرد و اون وسط منو انتخاب کرد. خیلی برام جالب بود. ولی متاسفانه برادرش عبدی پله همین وسط یه موتور بیز زد و مغزش نقش زمین شد و فرار کرد. اینم اون عمارت معروفه که توش سریال پدر سالار فیلم برداری شد. البته الان درش بسته است، ولی حتما در خاطر دارید که خانم حمیده خیرآبادی یا همون نادره خودمون به آقای محمد علی کشاورز یا همون اسدالله خان گفت: اسدالله خان به عروس گلت چی میخوای بدی؟ اسدالله خان هم گفت: بیا این انگوشتری رو گرفتم صد عقل بهش بدم، این کادرم برای تو گرفتم. نادره هم خوشحال شد و گفت: اسدالله خان امشب جامونو تو پستو میندازم. اینجا رو که میبینید بهش میگن تکیه رضا قلی خان، سرادونگی، بین پامنار و چارا سیروسه، هفت دخترون، یه امامزاده است. و یکی از چیزایی که ناراحتم میکنه و یادم میفته اینه که من بچه بودم آرزو داشتم سگا داشته باشم و اینجا معمولا این کارتون جمع کنا و پلاستیک جمع کنا چیزایی که جمع کرده بودن و می آوردن، یه باسکولی بود میذاشتن رو اون باسکوله و پولشو میگرفتن میرفتن. بعد یکیشون حواسش نبود، من به جاش رفتم اون کیسه بزرگشو گذاشتم رو باسکول و اون موقع 30 تومن، 30 تا 1 تومنی، 30 تومنشو یواشکی گرفتم و رفتم سگا بازی کردم. البته اون موقع خب خیلی حال داد، ولی الان خیلی ناراحتم. اینجا مدرسه ولایت فقیه، من اینجا مدرسه میرفتم. ولی یه نکته خیلی جالبی که هست و مطمئنم باورتون نمیشه در رابطه با این مناریه که پشت سرمه، اینجا محله پامنار، ما یه فامیل داشتیم که سرگرمیش این بوده حدود 40 سال پیش که از مردم پول جمع میکرده و از بالای منار میپریده پایین. مطمئنم که یه مقدار باور نکردنیه، ولی این کارو میکرده بدون هیچ امکاناتی. اینم کوچه آبا اجردی مونه. در رابطه با اینجا هم چیزای جالبی هستش که بهتون میخوام بگم. اینجا خونه مادر پدر بزرگم بوده و یکی از چیزای خیلی جالبی که میخوام بهتون بگم اینه که اگر کسی ادعا کرد بچه تهرانه، ازش بپرسید که آیا مادرت، مادر بزرگت اینا ریک سیبیل دارن یا نه. خیلی عجیب و باور نکردنی، اما پیرزنای قدیمی اصیل تهران خصوصا محله های مثل پامنار همه ریش سیبیل داشتن. و یه چیز باور نکردنیه دیگه که دیگه واقعا مطمئنم باورتون نمیشه اینه که پیرزنای قدیمی تهران اکثرا دم داشتن، یعنی مثل یه میمون، مثل یه حیواناتی مثلا خر و اینا، یه دم کوچولو داشتن، البته مثل یه جن. میدونم باورتون نمیشه، اما به طور مثال کسایی که حمومای قدیمو دیدن میدونن اونا یه دم کوچولو داشتن انتهای کمرشون. من چند بار بچه که بودم حموم عمومیای زنونه مادرم منو برد. البته یه بارش یادمه که دیگه بزرگ شده بودم، کسی که اونجا میشست یه مقدار ممانعت کرد، گفت این دیگه یه ذره بزرگ شده ممکنه چیزایی که میبینه یادش بمونه. ولی منم یه مقدار کنجکاو شدم، با خودم گفتم بهتره که چیزایی که میبینم خوب یادم بمونه، احتمالاً به دردم میخوره. اون موقع هم یه مسابقه ببین و بگو بود که بچه‌ها چند یه دقیقه مثلا وقت داشتن یه مقدار یه چیزایی رو ببینن تو خاطرشون حفظ بکنن و بعد ازشون سوال میشد خب چیا دیدی. به هر حال من سعی کردم هر چی رو میبینم یادم بمونه، اما امروز سالهاست متوجه شدم هیچ چیزیش به دردم نخورد، یعنی چیز دیدنی نبود. به طور مثال پیرزنایی که اینجوری سینه هاشونو مینداختن بالا زیرش کیسه میکرد. حالا من نمیدونم چرا اصرار داشت که من این چیزا رو نمیرم، فکر کنم بیشتر میخواست روحیه‌مو از دست بدم، یعنی فکر سلامتی فکر من بود، یعنی بیشتر آزاردهنده بود چیزایی که دیدم.
اینم درخت چنار بسیار معروف و قدیمی محله امامزاده یحیی که از دوره ساسانی به جا مونده و خدا رو شکر هنوز سرسبزه، با اینکه داخلش رو کندن. یه یادم بچه که بودم یه کفاش داخلش کار میکرد، ولی خدا رو شکر هنوز سرسبزه و جزء میراث فرهنگی به حساب میاد. این طرفشی که ببینید تازه متوجه میشید چقدر قطوره و سن داره، حدود 1500 تا 1600 سال سن داره. اینم همون قهوه خونه معروفه که اون دیالوگ جالب و معروف توسط استاد بهمن مفید داخلش گفته شد. من بودم حاجی نصرت رضا 500 علی فرصت. آره با اینا خیلی بودیم، کریم آقامونم بود. تا پیش دوستت برو بیا. باشه. بیا. فدای سرش بیافته. اینم همون نواب معروف که قیصرخان داخلش خون را انداخت و البته امروز بازسازی شده و دیگه تبدیل به موزه شده، دیگه حموم عمومی نیست. یکی از چیزایی که منو بیشتر یاد بچگیام انداخت دیدن این توله سگایی بود که توف میکنن رو سر من. نگاش کن داره توف میکنه. دیدی چه به موقع اومدم موچشو گرفتم. این کوچه معروف بود به کوچه شاشوها. هر کی بین راه یه کاری داشت میومد اینجا یه اشکی میریخت و میرفت. اینجا منزل خانوم و آقای سولتی، شهره و شهرام سولتی. پدر مادرشون هم اینجا یه قمارخونه داشتن و مادرم اینا میگن که شهره همیشه این پشت حموم میرفت، اصاب همومش رو برمیداشته و میرفته اینجا هموم. یکی از تفریحات بچگیامون این بودش که یه لاستیک ماشین یا موتور رو برمیداشتیم و هی با چوب بهش میزدیم و میدویدیم، تازه مسابقه هم میذاشتیم. بعد خسته و گشنه برمیگشتیم خونه. من یادمه که خونه یکی از آشناهامون ما گاهی میرفتیم، بنده خدا خودش چند تا بچه داشت، بعد روش نمیشد سر سفره، به من میگفتش که درد تو سرم ببین چقدر بسته. منم خودمو میزدم به اون را که اون هی بریزه، بعد اون هی یه ذره میریخت میگفت ببین بسته، بعد دیگه روم نمیشد دیگه. آخه خونه اونا آدم بیشتر گشنش هم میشد. ببین دارم خندتو میبینم، خیلی عوضی سیمانا رو مخصوصا ریخ رو سر کله من. تو یه آشغالی میفهمی؟ تو یه آشغالی. بازی تازه شروع شده بچه، با بد کسی طرف شدی.